نسل حنیف اغنوزوار از خاکستر خودش دوباره چند باره هفت باره و هفتاد باره زنده شد و حالا نه فقط در داخل میهنمون بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شده. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان‌ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته و خوشا مجاهدینی که 30 سال بعد 60 سالگرد رو جشن میگیرند در اون روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا که بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی. به طور قانونمند شما میباید که نه 30 بار که 60 بار و 70 بار از بین میرفتید و نابود میشدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمیموند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه اینو از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشه‌ناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون چه دیکتاتوری شاه چه حاکمیت پلید آخوندی کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم.